بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. با درود فراوان به شما، فصل جدید برنامه کوچ ایرانیان را با نگاهی به تابستان داغ سال 2015 آغاز می‌کنیم. تابستان امسال به چند دلیل یک تابستان استثنایی بود، زیرا پس از گذشت 12 سال نشست دولت‌های غربی با رژیم جمهوری اسلامی بالاخره باید این گفتگوها به نتیجه می‌رسید. این دیدارها که نامش توافق هسته‌ای با ایران بود بالاخره به بار نشست، ولی خیلی از صاحب نظران این نشست را نتیجه توافق دو کشور ایران و آمریکا نامیدند. و اما در این بین سیاستمداران کهنه‌کار نظر دادند که بالاخره آقای اوباما کمر جمهوری اسلامی را خم کرد. البته همین هفته قبل رئیس جمهور اسلامی هم اعلام داشت که وضع اقتصادی رژیم تهران به مرحله بحران رسیده است و منتظرند که تحریم‌ها برداشته شود تا شاید از این بحران رهایی پیدا کنند. به هر حال توافق هسته‌ای در این تابستان داغ اروپا به رژیم تهران تحمیل شد. عوامل دیگری که داغ بودن فضای تابستان امسال را به وجود آورد، هجوم موج پناهندگان اکثرا مسلمان خاورمیانه به اروپا بود. در اروپا شما زمینگیر شدن مسلمانان پراکنده خاورمیانه را همه جا شاهد بودید. نابسامانی کوچ کنندگان پناهنده و نوع فرار آنها از کشورهای اسلامی هم فضای تابستان داغ امسال اروپا را داغ‌تر کرده بود. و اما از این فضای استثنایی امسال اروپا که بگذاریم، جامعه غربت‌گزیدگان ایرانی مقیم اروپا هم مانند سالهای قبل همچنان در انتظار تغییر و تحولات سیاسی داخل کشور نشستند و این انتظار 37 ساله همچنان ادامه دارد. از این هفته من سعی می کنم شما را بیشتر در مسیر تغییر و تحولات و دیدگاه های فعالین سیاسی اجتماعی مقیم اروپا قرار دهم. آغاز می کنیم با نتیجه مهاجرت و کوچ نخبگان و فعالین سیاسی کشور خود ما ایران. به شهر فرانکفورت آلمان می رویم و می نشینیم پای صحبت یک فعال سیاسی که پس از سالها غربت نشینی به وطن باز می گردد، ولی پس از استقرار آن بهار آزادی و چهره واقعی جمهوری اسلامی برای دومین بار مجبور به ترک وطن می شود. دوست گرامی آقای خانبابا تهرانی، شما که از چهره های سرشناس هستید و طی 60 سال گذشته فعال سیاسی بودید و همچنین از چهره های سرشناس نیروی چپ در خارج از کشور، بگذاریم از اینکه از پایه‌گذاران جنبش دانشجویی در آلمان هم بودید، به هر حال در روزهای دگرگونی بزرگ ایران یعنی همون بهمن 57 مایل هستم بدونم که اکثر نیروهای چپ به ایران بازگشتند، شما هم به ایران بازگشتید، ولی به چه دلیل شما کوچ کردید؟ اجازه بدید من به جای لغت کوچ یک اصطلاح دیگر استفاده بکنم که در دلم هست. دوست عزیز عالی اونادی، من با کمال میل با شما گفتگو میکنم، چون واقعا یک جور به من محرمی و منم از ته دل همیشه با شما گفتگو کردم، چون صداقت شما رو همیشه دیدم و پذیرا بودم. نظر لطف شماست. واقعا من هیچ موقع نخواستم از وطنم کوچ کنم. همه ی وجود من در اونجاست، در تمام این 60 سالی که من در بیرون کشور بودم. بعد از انقلاب اسلامی بار دوم است که من این سفر ناخواسته رو به خارج از مرزهای ایران کردم. یعنی ما رو راندن. یعنی حاکمیتی آمد که پذیرا نبود دگراندیشی رو در جامعه. همچنان که دور اول که من برای تحصیل در 22 سالگی آمدم به اجبار بود، یعنی پدر من بعد از اینکه سه بار من دستگیر کردن در جوانی و مادر با پادرد همیشه پشت در زندان زرهی و قزلقله
می اومد لباس می آورد بر من می برد. بار سوم که من با زندان بودم و من دچار ضعف جسمانی هم شده بودم، پدرم گفت بیا برو خارج، اینجا به درد تو نمیخوره. به هر حال با هزار پارتی بازی و اینا که جای اصطلاح گفتنش الان دیگه نیست، من توانستم پاسپورت تهیه کنم و با دوست عزیزم که اون هم یه مدت زندان بود با من، حسین گلطلب که بعدا حسین اسکویی نام گرفت، قهرمان دوچرخ سواری ایران بود و الان هم در مونیخه، همسال من یک سالم شاید بزرگتر، با هم دیگه اومدیم به مونیخ، شهر مونیخ که تحصیل آغاز کردیم، که متوجه من بیشتر تمرکز پیدا کردم در کار سیاسی، چون راه نکرده بودم هنوز اندیشه‌هامو و معتقد بودم باید اون کاری که من کردن در من در کشورم به عنوان یه حق انسانیم ادامه بدم. اینه که من به هر حال در اینجا مکث نمی کنم، فقط ادامه میدم. من با اصطلاح شما الان همراه میشم. در کوچه اول که آمده بودم من تمام هم و غمم و صرف این کردم که جنبش دانشجویی که در آلمان در اون سالها سرکوب شده بود به علت ممنوعیت حزب کمونیست اینجا و جنبش دانشجوی ایران هم در واقع به نام صداما ممنوع شده بود، عده‌ای رفته بودن به آلمان شرقی، عده‌ای هم دیگه کمتر فعالیت میکردن، به کمک عده‌ای که هنوز شوری در سر داشتن و میخواستن این جنبش احیا بشه، سازمان‌های دانشجویی احیا کنیم. سازمان مونیخ رو من توانستم با کمک عده‌ای دیگه احیا بکنم که یکی از سازمان‌های پایه‌ای فدراسیون آلمان شد که بعداً یکی از سازمان‌های سازنده کنفدراسیون شد. کنفدراسیون رو سال‌های 60-62 بود. بله، سال‌های 59 تا 60 بود. بله. که یکی از سازمان‌های قوی آلمان بود که بعدم در ساختمان کنفدراسیون شرکت داشت. به هر حال دوره اول ما سپری کردم. جرم ما هم این بود که در جامعه ما دگراندیشی پذیرا نبودن دیگه. والله به نظر من اگر جامعه فضایی رو داشت که یه جوان یه دانشجو میتونه سازمان دانشجوی عضویت داشته باشه، روزنامه دیواریش بنویسه، حتی سازمان دانش آموزی روزنامه داشته باشه، همچنان که حزب توده اونجا خب سازمان‌های دانشجوی جوانان هم داشت، درست. حرف‌های عجیب غریبی هم نمی‌زدن، عضویت سازمان جوانان جهانی داشتن، سازمان چمیدونم کانون جوانان دموکرات بود، همه رو اینا در واقع غیرقانونی کردن. این هم یکی از اشتباهات خود حاکمیت بود که اون هم به نظر من دوچار در واقع سیاست جنگ سردی بود که جهان رو فرا گرفته بود، چون جهان غرب، بله جهان غرب دوچار همین وضعیت بود دیگه. همچنان که خود مثلا به نظر من جنبش چپ ما اون موقع هم کمتر تعامل داشت دیگه، بیشتر زیر نفوذ بولشویز و استالینیز بود اون موقع، و همین این تخاصم موجب این شده بود که یک بسیار چارچوب امکان تعامل رو از بین ببره بین دو طرف. درسته. و در کشور ما بعد از شهریور 20 اگر از 1120 تا 1100 تقریبا 32 چارچوبه هایی بود برای فعالیت های سیاسی، یک نوع آزادی هایی بود، از بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا سرکوب شد اینا. درست. و هیچ نوع آزادی نبود. به این ترتیب همه آزادی ها یا زیرزمینی شد یا بالاخره عده زیادی فعالین به زندان افتادن یا جوانانی مثل ما مجبور شدن که از ایران بیان بیرون. در اون سالها من مجبور شدم برم در برای به اصطلاح نظام وظیفه شرکت بکنم که به اصطلاح تکلیف وظیفه هم معلوم بشه. بله. اون سال 3000 نفر شرکت کرده بود از دیپلمه ها که ما در واقع 300 تا بیشتر نمیخواستن، ما معافی گرفتیم. بله. با گرفتن معافی تلاش کردیم با پارتی بازی و اینا پاسپورت گرفتیم و توانستیم خارج بشیم و آمدیم به آلمان مونیخ، همطور که اشاره کردم. بله. قبلا این دوره اول بود که بعد فعالیتمون شروع شد. بودم تا زمانی که در آلمان هم برای من مشکلات ایجاد کردن در دوره مهاجرت اول. پاسپورتمون رو تمدید نکردم، ما 30-40 نفر بودیم که پاسپورت سالها نداشتیم، تا همطور که عرض کردم حتی با پلیس آلمان تبانی کردن سازمان امنیت ایران، من دستگیر شدم، 3-4 ماه اینجا زندان بودم که بعد در آمدم، همطور که اشاره کردم مجبور شدم برم به چین و دیگه زندگی مخفی رو آغاز کردم، که بعد برگشتم بعد از بازگشتم که زمینه های انقلاب در ایران آغاز شده بود بعد از 24-5 سال. بعد در آستانه انقلاب من دو شب قبل از 22 بهمن
با آخرین هواپیما با امید اینکه آزادی ها در ایران مستقر میشه شروع کردم به آماده سازی رفتن به ایران به همراه بسیاری از همفکران و اعضای فعال کنفدراسیون جهانی. همین آقای خان بابترانی، مثل اینکه اکثر نیروهای چپ اون موقع به ایران بازگشتن، درسته؟ درسته، اکثرا. بله، با امید به اینکه حالا ایران آزاد میشه میریم در ایران فعالیت میکنیم. پس هم یعنی هم کنفدراسیون دانشجویی، بله، هم نیروهایی که سازمان‌های مختلف چپی، بله، بله، اسم میارم من یکایک، بله، تمام سازمان‌هایی که در اینجا به اصطلاح ساختارهای، بله، سازمانی داشتن با اعضاشون برگشتن به ایران. عده‌ای، بله، مثلا که قبل از 22 بهمن رفتن، بعضی، بله، بله، پس از استقرار، بله، جمهوری، بله، اسلام، بله، بله. خب شما دو روز قبلش به ایران، من 19 بهمن با آخرین هواپیمای سوئیس ایر که نشست در فرودگاه مهرآباد همراه عده‌ای از فعالین کنفدراسیون و اعضای سیاسی که حتی در زوریخ که هواپیمای ما توقف داشت، یه 5 نفری هم از مسکو آمده بودن از فراری قدیم، اونها اونجا سوار هواپیما شدن. من یاد ندارم، آره، نمیدونم، افسرها بودن و آدمایی که من نمیشناختم. خب اینا پاسپورت داشتن که به ایران مثل برن. که اون روزی که آمدن مانع نبود، ولی بیاد دارم که هفته های بعد از انقلاب که هواپیما را افتاد یه عده اومدن که قدزاده دستور داد که اینا رو نگه داریم فلان، که باز یاد دارم که یکی از آدمای سرشناس بین اون عده سرهنگ آذر بود که شاهنامه رو در مسکو تدوین کرده بود و اینا، آدم باسوادی هم بود، سرهنگ آذر یکی از افسرهای نامدار سازمان نظامی بود که از قدیم ها در مهاجرت مسکو بود. بله، بعد از شوروی و اینا هم شروع شدن یه دو اومدن، ولی بیشتر خب جوانان بودن که از آمریکا و اروپا و کانادا و همه این کشورها آمدن به ایران، خب، و سازمان ها رو سامان دادن، هر کی سازمان خود چه درست کرد. بچهای کنفدراسیون هم خب به تبع هر کدوم در یه سازمان دیگری عضو بودن. سازمانی که من درش عضو بودم شروع کردم به نام اتحاد چپ ما سازمان دادیم، و در این سازمان بعد ما فکر کردیم که آقا الان به نام چپ و اینا کمتر میشه با مردم سخن گفت، بهتر این است که ما یه چیزی مثل جبهه ملی، چون جبهه ملی هم اومد رمق نداشت به نظر ما، جوابگو نبود برای شرایط انقلابی، ما سعی کردیم جبهه دموکراتیک ملی ایران رو با کمک آقای پاک نژاد، هدایت الله متین دفتری، نوه دکتر مصدق و بسیاری آدم های سرشناس دانشگاه مثل دکتر پاک دامن و ساعدی تمام. چه مدتی پس از 22 بهمن این کار رو کردید؟ شاید ما اصلا از قبل تدارکش دیده بودیم، همه کارها رو کرده بودیم، پلتفرما رو فرستاده بودیم داخل، مبادله شده بود. ما مثلا خمینی که از سر مثلا بهشت زهرا اون سخن رو علیه بختیار گفت که من دولت تعیین میکنم تو دهن دولت میزنم، هفته بعدش ما در واقع برای صدق میتینگی ترتیب دادیم که در اونجا نظم میتینگم فدایی ها و مجاهدین به عهده گرفتن، و ما اونجا اون وقت اعلام کردیم هستی جبهه دموکراتیک ملی ایران رو اعلام کردیم اونجا، که اونجا آقای بازرگان، آقای داریوش فروهر، سباقیان، عده‌ای حتی با هلیکوپتر اومدن پیاده شدن که نکند ما مثلا در مقابل انقلاب بخوام چیزی را علم کنیم، که یاد دارم که دکتر مصدق تو اون اتاق بالا یه دونه زنگ داشت که هر موقع پیش خدمت ها رو مخواست صدا کنه اینه به سر در میاد. یادم فروهر شیطونی میکرد این زنگ رو هی به صدا در میآورد. که جمعیت زیادی هم اومده، جمعیت بسیار زیادی اومده، همین به نظر من موجب ترس و وحشت روحانیت شد که اینها نکنه الان میخوان یه جریان سکولار، یه جریان غیر مذهبی را بندازن در مقابل ما، که من فکر میکنم بسیاری از پیرمردهای جبهه ملی که گرایش‌های مذهبی هم داشتن اونها هم با روحانیت همراهی کردن علیه این جریانی که ما شروع کرده بودیم. اونطور که خمینی در پاریس اعلام کرده بود که روحانیت هرگز رئیس جمهور نخواهد شد و خود من هم به قم خواهم رفت اینا، هنوز فکر میکنید این چهره واقعی شخص خمینی هویدا نشده بود که قصدش یک جمهوری 100% اسلامی است، نه کمتر نه بیشتر، دو هفته سه هفته پس از انقلاب عرض میکنم؟ من نمیدونم آقای لیموندی بشه این رو به صرف قاطع گفت که
خمینی همه رو دروغ گفته. نمیدونم. من با آقای بنی‌صدر هم خیلی صحبت کردم. مثلا بنی‌صدر یکی از اصطلاحاتش همیشه این بود، حتی وقتی ما در شورای ملی مقاومت بودیم میگفت بیان پاریس. حتی به شوخی بین ما صحبت بود در شورا، میگفتیم اسم مستعار آقای بنی‌صدر بیان پاریس هم هست. بیان پاریس وقتی ایشون میگفت منظورش این بود که خمینی که در پاریس صحبت میکرد نظر دیگری داشت، حرف دیگری میزد. یکی همین مثلا حتی معتقد بود که او در اونجا با مخبرین آلمانی که صحبت کرده بود با پرس جهان گفته بود در جمهوری اسلامی زنها هم میتونن رئیس جمهور شن. درسته. که بعد میگه ما بهش گفتیم آقا این خورده زوده، حتی در سوئیس هنوز خانوما حق انتخاب کردن ندارن. درسته. ایشون خودش میگه. یا مثلا اصل حاکمیت اراده مردم از همه اینا رو خمینی تکرار کرده بود. درسته. آیا خود میدانست چه میگوید؟ یا عده‌ای از مشاورین فرمول کرده بودن؟ یا خود امی کرد به قول معروف؟ اینها رو من نمیتونم پیشگویی و غیب گویی بشم. ولی اون چه که بود یا ضرورت تاکتیکی انقلاب بوده این کار رو میکرده، من واقعا تا امروز که با هم نشستیم نمیدونم. شاید مثل خیلی رهبرهای جهان هنوز روی صحنه نبود، جمعیت ندیده بود، چون بسیاری از دیکتاتورها رو خود زمینه توده‌ای هم میسازه، ازش میسازه. چون یه نکته دیگر من اشاره میکنم، مثلا یه مدتی آقای بنی‌صدر تعریف میکرد که من نرفتم پلو آقای خمینی، که وقتی دیدم این جمعیت اونجاست، چند تا آخوندن دورش گرفتن، این وامیسه رو بالکن، این جمعیت هم مثلا قنداق بچه‌ش میندازن، من کلاه میندازن، اون آخوندم هی میماله به تن آقای خمینی، به پشت آقای خمینی میندازه پایین. خب من نرفتم. بعد از طریق احمد پیغام داد که آقای سید چرا نمیاد اینجا. گفت من یه روز رفتم. گفت من رفتم تو درگاه واسطه، آقا اون بالا بود، جمعیت هم هلله میکرد و کفش مینداخت و لباس مینداخت. گفت من همونجا نشستم تو درگاه. گفت بعد که ایشون رفت اون پشت من خواستم. گفت رفتم. گفت آقا شما چرا غیبت کردی و نمیاد؟ گفتم آقا من بیام چیکار کنم؟ این آقا کیه که در دستت؟ حرفش این بود که من اصلا خلخالی رو نمیشناختم تا اون لحظه. درست. اون گفت خلخالی و من خلخالی هستم. با. گفتم آقا چرا این کار رو میکنی؟ معصیت داری؟ چرا این کونه و مونه رو میمالی و بدن آقا میندازی پایین؟ با. با. یعنی خود اینها معتقد بودم این شناختی رو نداشتیم از این آقا. ولی خب به هر حال روحانیت است که جنبه در واقع جنبل و جادو هم داره. الان داریم میبینیم چه کارهای دیگه هم میکنه، چه حرفهای دیگه هم میزنه. خب شما بله اشاره کردین که اون تشکیلات رو راه انداختید. بله ما اون موقع در احمد آباد اعلام تشکیل جبهه دموکراتیک کردیم. جمعیت بسیار استقبال کرد. اصلا وقتی ما میرفتیم راه نبود بر رفتن. و یاد دارم که توده‌ای هم اومده بودن، چون خب من میشناختم خیلی از بچه‌های توده‌ای اروپا، جلوشون رو گاردای انتظامی گرفتن، گفتن نمیذاریم شما برین تو صحیح. چون اونا پشتیبانی از خمینی میکردن با. بعد یکی از اینا که زنده یاد که کیومرث زرشناس رو کرد به من گفت اینجا مثل کنفدراسیون شروع شد، ما رو داریم بیرون میکنیم. گفتم بابا خود کرده را چه کار کنم با. خودتون شروع کردیم با این سیاستتون با. بعد در اونجا به نظر من بازرگانینا آمده بودن که تعادل ایجاد کنن، نذارن تند روی بشه در اونجا. به هر حال اون میتینگ تمام شد. انقدرم آقای طالقانی که آمده بود اونجا سخنرانیش طول داد که آفتاب رفت دیگه، تاریک بود، حتی پروژکتورها دیگه کمک نمیکرد تلویزیون فیلم برداری کنه، که آخر فیلم تقریبا به اندازه کافی روشن نیست. فیلم رو تلویزیون نشون داد. آقای خمینی با مشاهده این فیلم و جمعیت و استقبال فردا شب که سخنرانی کرد در آمد این جمله رو گفت. گفت یک عده‌ای بلند شدن رفتن سر قبر یه مرده، با استخونای پوسیده یه مرده بازی میکنن. به ایشون برخورد بود، یعنی بنده که اینجا زنده هستم بیان من زنده رو دریابید دیگه، من هستم دیگه، رهبر نمیخوای. از اونجا کینه به ملیون هم شروع شد که ادامه پیدا کرد تا در واقع جایی که وقتی جبهه‌ای که حتی باش بیعت کرده بودن به سنجابی خواستن تظاهرات بزنن تا مجلس برن بارستان، زنهاشون رو بهشون حرام کرد دیگه. بله خاطرم هست. خب شما فعالیتتون از اون تاریخ شروع شد. ما بله جبهه دموکراتیک که شروع شد اولین اعتراضی هم که ما کردیم
دستگیری در واقع اولین اعتراض ما این بود که چرا روزنامه آیندگان تو شما قدقانی اعلام کردین توقیف کردین با. اونجا زده خورد شد با. زده خورد شد که یه عده‌ای که از حتی چپیایی بودن که خیلی قمیش می اومدن سمت آقای خمینی قبل از حزب توده حزب رنجوران بود که یه کامیون سنگم آوردن ریختن که سنگ زدن به ما جلوی دانشگاه از در بازار چه در اومدن رفتن اون بر با سنگ می زدن ولی خب میتینگ به هم نخورد ما با سرعت رفتیم به سمت نخست وزیری با. جمعیت رفت به سمت نخست وزیری که بالاخره آقای بازرگان هم چند نفری قبول کرد که اعتراضنامه رو رفتن به آقای با. بازرگان دادن که بعد توی تلویزیون فردا شب آقای مبشری اسدالله خان مبشری دکتر مبشری که وزیر دادگستری بود رفت صحبت کرد اعتراض کرد به این رفتاری که کردن با ما سنگ انداختن گفت تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم سنگ میزنیم بهشون نه قدر زده خب دفاع میکرد خمینی دیگه در اومد گفت آقای مبشری من دیدم سنگی کشیدن گفت آقا من خودم با چشم خودم دیدم این حرف چیه شما میزنی گفت آقای مبشری شما یواش رو چشمت کمسو شده صحیح. حتی جلوی مبشری ایستاده که در حالی شده. که بحب. خیلی با مبشری شد. شما چه مدت تونستید پس این فعالیت خودتون رو ادامه بدید؟ ما فعالیتمون رو تقریبا تا زمانی که مجلس اول یعنی مجلس اول شورای ملی که اسم شورای ملی بود بعد آقای خمینی تاب نیورد کرد شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی خود منم کاندید بودم در واقع جبهه دموکراتیک لیستی درست کرد بحب. که مجاهدین اصرار داشتن آقای هزارخانی از طرف جبهه دموکراتیک رفت تو شورای مجاهدین که عده‌ای بودن نمایندگی بعد اومد گفت مجاهدین اصرار دارن که این لیست اینا باید تمام عیار تو لیست جبهه دموکراتیک باشه خوب. از این برم بهمن نیرومند و اینا ایستادگی کردن که نه ما باید یه در از فدایی‌ها یه عده دیگرم بذاریم برحال لیست قبول شد ولی کن چپ مستقل هم سه تا کاندید داد دیگه یکی من بودم یکی آقای اصغر ایزدی بود از راه کارگر یکم نادر اسکوی بود با. از گروه زحمت با. که الان امریکاست بعد چندایی هم از بچه های فدایی ها بودن دخترها بودن و پسرها که من رو وزارت کشور رد کرد خواهی نخواهی همه رو رد کرد بعد انتخابات شد در اونجا رجبی اینا در مجاهدین واقعا رأی بردن ولی قبول نکردن اینا رو همچنان که در ریاست جمهوری رجبی کاندید شد و ما همه بهش رأی دادیم یعنی تمام چپی ها و اینا هم بهش رأی دادن و به واقع رأی هم آورد اینه باید گفت اون زمان چون خیلی هم مسالمت جویانه و با یه برنامه دموکراتیک هم رأی میکردن با. از همون زمان مجاهدین دیگه اون وقت شمشیر کشیدن وقتی دیدن هیچ نوع حقوقی رو پایبند نیستن با. این خب. حق رو باید بهشون داد که ایستادگی کردن در مقابل آخوندیست درست در اون آغاز خب شما کجای کار بودید؟ ما هم در مقابل این در واقع استبداد دینی که سر بلند کرده بود کنار مجاهدین و کنار جبهه دموکراتیک کنار جبهه ملی کنار تمام نیروهایی که اپوزیسیون شدن در مقابل استبداد دینی واستادیم دیگه تا آقای بنی صدر ایستادگی کرد اونم در مقابل آقای خمینی و به اجبار ناگزیر شد که مخفی شه دیگه مخفی شو بس باز سرکوب مجاهدی بله در همون سال خرداد ماه که سرکوب شد شما هم احیانا بله دیگه ما هم آماده بودیم و با اینا ما مخفی شدیم در واقع بنده هم مخفی شدم و از آقای هدایت متین دفتری و شکرالله پاکنژاد که قرار بود با ما بیاد به خارج بله. متاسفانه در یک عبور مروری که در خیابون میکرد گرفتار گشت پاسداران شد شناخته شده بود با. گرفتنش با دو نفر یه زن و شوهر مجاهد که اعدام کردن اون دو نفر رو ولی پاک نجات چندی زندان بود با. بعدن گویا اونم اعدام کردن صحیح. خب به چه دلیل شما بعدن در یک زمانی ایران رو ترک کردید دوباره؟ بله ما در ایران بودیم من ببخشید یعنی نخواستید که هنوز در کشور حضور داشته باشید چرا؟ زیر زمینی فعالیت بکنید؟ من خیلی اصرار کردم در جمع خودمون که اون موقع جمع وسیع‌تر شده بود به جای اتحاد چپ ما شورای متحد چپ برای استقلال و دموکراسی رو وجود بردیم که سازمان‌های دیگری هم پیوسته بودن به ما صحیح. به نام پیوند به نام مثلا سازمان‌های وحدت کمونیستی بح. که اونا هم همه خیلی بح. یعنی گروهایی که از پیکار در آمده بودن به نام اینا هم اومده بودن
من به خیلی اصرار کردم من مرکز بازگشت نیست، من دیگه نمیرم به مهاجرت. یکی کم بعضی ها میتونم اسم بیارم، گفتم آقای روستا بره، آقای ماسالی بره، آقای نیرومن بره، به همه گفت جمع اصرار ورزی که تو خودت باید بری، به دلیل اینکه خب همه اینا رو میشناسی، در رابطه هستی با نمیدونم جبهه ملی با نمیدونم جبهه دموکراتیک، اینا همه طور میشناسن، بعد بهتره هم از تو با اینا میتونی پیوند ایجاد کنی، در ساختمان شورای ملی مقاومت تو میتونی در واقع کسب واسطه بین همه اینا باشی، ما شناس این آشنایی رو شورای ملی مقاومت در همون روزها آغاز بله اینا آمده بودن، یعنی قبل از که ما خارج شیم آقای رجوی در مجلس آقای بنی صدر با کمک سرهنگ معزی که هم شاگردی من برادر بزرگش بود در کالج، پسرای سرهنگ معزی که بهزاد کوچیک است که الان هم بیرونه، اونا با هواپیمایی که مال شاه بود که ورداش اوورد از مراکش به ایران، بهزاد چاره برد بعد با خاطر ما بعد با همون هواپیما مسعود رجوی و بنی صدر برد به پاریس. بعد از یک ماه ما با مجاهدین که تماس گرفتیم، مجاهدین گفتن ما هیچ اختیار دیگه اینجا نداریم، مرکز پاریس، همه سازمان هایی که میخوان بپیوندن شورا رو به وجود بیارن باید برن در پاریس، هر نوع انتقادی هم به برنامه دارن اینا باید برن اونجا حرف بزنن و تغییر تبدیل بدن، جلسه رو اونجا تشکیل بدن. در نتیجه ما بار سفر رو بستیم و با تمام پافشاری که من کردم بچه‌ها قبول نکردن و اومدیم. و من نیرومندم، من کاندید کردم، گفتم باید اینم بیاد، گفتن چرا، گفتم برای اینکه جبهه دموکراتیک هم که میاد آقای عدت متین دفتری تو این فاصله، البته پاکدامن گرفته شد بود دستشون، قرار بود پاکدامن بیاد با ما. گفتم بهمن بیاد که نفر دوم جبهه دموکراتیک هم باشه که کمک بکنه، خب بهتره و اینا. بهمن اومد، ما سه نفر حرکت کردیم، نفر چهار از راه کوه آمدید؟ بله، نفر چهارمی هم که با ما شبهای آخر پیوست آمد آقای هوشنگ کشاورزی بود که کاندید وزارت کشاورزی آقای دکتر بختیار بود که ما قبول نکرد، بعد کاندید وزارت کشاورزی آقای بازرگان بود که بازم قبول نکرد، قبول نمیکرد، اونجا هم گفت بود من حاضرم 20 روز مشاوره بدم این تیپی بود که چندی پیش فوت کرد. بله. بعد اومد و گفت من میخوام با شما بیام، که اونم با ما همراه شد و ما چهار نفر از طریق پاکستان آمدیم به خارج کشور. به راحتی تونستید از مرز بگذارید؟ راحتی که چرس کنم، یعنی پای پیاده و یه مقدار از کوه و کمر رو اینا آمدیم، حالمونم به هم خورد، خود بنده خود قش و ضعف کردم، آقای متین دفترم تو، ولی آمدیم دیگه به هر حال. ولی ببینید پس از این سالها جنبش دانشجویی، کنفدراسیون و نیروهای چپ که انقدر منسجم بودن، در اون بیابانها که شما قدم میزدید به طرف پاکستان چه فکر میکردید؟ چه احساسی داشتید؟ راست بخواهم من فقط احساس غم داشتم، چون اون سرزمینی که پشت سر داشتم میذاشتم نمیخواستم ترک کنم. من فقط یه تیکه هم میگم از این گفتگو بعد خدمتتون میدم، در مرگ هوشنگ کشاورزی من یه پیام فرستادم که پخش شد اونجا، همم بودن آقای بنی‌صدر و همه، اونجا گفتم من با هوشنگ عقب میبرم چمدون بزرگ هوشنگ گوشو رو سرش که سنگین ترین چمدون بود، چون میگفت شماها بلد نیستید، من تمام این زمین های ایران رو راستم میگفت پیاده رفتم چون کار پژوهش میکرد روی زمین های ایران، گفت شنه لوز میخوری. بعد این چمدون خیلی سنگین بود، یه بار که همتون میرفتیم گفت من لامصب بودم تو این چمدون چیه، مال کی این، اینقدر توش سنگینه، فکر کرد طرف فکر کرده داره با پان امریکن میخواد بره نیویورک، چی گذاشته توش؟ چمدون مال متین دفتری بود. بعد وقتی که رسیم خسته شد گفت من اینو بذارم یه نفسی تازه کنم، برگشت نگاه کردید خورشید داره میره پایین. هنوز در ایران بودید؟ بله، تو کبیر بودیم دیگه، کبیر بودیم، هنوز از روی این ریل راهن پاکستان ایران رد نشد بودیم. بله، نگاه کرد به خورشید گفت خورشید خانم آفتاب کن، ما با آفتاب تو نیازمندیم، با حرارت تو زنده ایم، ما بر میگردیم. عشق از چشمش جاری شد.
و هر دو هم دیگر بغل کردیم، آمدیم، ادامه دادیم. من این غم هنوز با خود من هست. حالا ممکنه خیلی ها بگن این رومانتیزم ایران هزار جور تغییر کرد، یه کرده، ولی خب کودکی من جا مونده اونجا، جوانی من جا مونده. من فکر میکردم اونجا بزرگ میشم، بخواد همه این رنج تاریخ رو، تمام این خار مغیلان رو من به خاطر سرزمینی تحمل کردم که میخواستم آباد بشه، بهتر بشه. نمیخواستم جایی بشه که روزی روزگاری احمدی نژاد بیاد مثل لات چاله میدون حرف بزنه، بعد پول من بکرد رو پارو کنم بدوزن. ما نمیخواستیم که شاهی تو مملکت بره که سوئیس درس خونده، میگفتن دوزه، بعد کسایی بیان که 100 میلیارد دلار یک وزیری برداره ببره به نام بقایی، بقیهش هم با کامیون ببرن به ترکیه پول و دلار رو. خب یه اومدیم زیر ابروش رو برداریم، چشم کور کرد. به هر حال داستان غم انگیز است. درست، داستان غم انگیز. شما برای دومین بار کوچ کردید. بله، اومدیم و در پاکستان بودیم و پاکستان هم خلاصه مدتی مهمان یه خانم بسیار والایی بودیم که ایشون هم کلاسی دختر آقای دکتر مصدق، معصوم خانم مادر هدا و همسر آقای دکتر متین دفتری بود که زن آقای اصفهانی که پایگزارای پاکستان با آقای جناح که خانم خیلی شهرت داره و به خیلی از ایرانی ها دکتر بختیار مدنی هم کمک کرده و خیلی پذیرایی جاران هم ما کرد. و بعد ما بعد از 7-8 روز با هواپیما از اونجا آمدیم به شهر فرانکفورت پیاده شدیم که شرح این واقعه تو این فرار ناگزیر دو جلد کتابی که هست خودش دیگران دادم. دیگه من از این فرصت استفاده. پس شما بازگشتید به آلمان؟ بازگشتیم به آلمان. از آلمان بلافاصله، از آلمان بلافاصله ما بعد میرفتیم پاریس که در پاریس به هر حال گفتگوامون رو با آقای رجبی بکنیم. از اول هم اعتراض کردیم به برنامه دولت ما، به برنامه‌ای که درست کرده بودن اینا. بعد رجبی استدلال داشت، گفتش که خیلی خوب، شما فقط التزام بدیم به این برنامه، بعد بیاین تو هر نوع انتقادی دارین تغییر تبدیل بدین دیگه. که ما رفتیم تو و بعد اونجا در واقع یه چیز موقت نوشتیم که سندی از من دارم که بعضی از نکاتی رو ما آوردیم که با در مثلا جدای دین از دولت، حقوق زنان، تمام این داره اضافه کردیم جزو برنامه های موقت. تا مدتی هم بودیم تا اون زمانی که دیگه مجاهدین خط چریکیشون شکست خورد، سرپنجه ها رو بزنیم به قدری شکست خود که دیگه یخ فروش میکشتن و اینا دیگه نیروشون رو کشیدن آوردن کردستان، آوردن اونجا. از اونجا دیگه به نظر من به طوری ضعف شدن که قصد سفر کردن به عراق که در جوار میهن میخوایم ساکن بشیم. ما فهمیدیم جوار میهن یعنی چی و شما هم جدا شدیم. بعد جدا شدیم، بعد شما جدا. جدا شدیم بعد آمدیم به اروپا که سعی کنیم سازماندهی کنیم. سازماندهی بر پای کنفدراسیون دیگه نمیشد، یعنی دانشجویی نبود، چون دانشجویی دیگه به اون صورت دوران شاه اینجا نبود. پیرمردان که عده برفته بودن به ایران مونده بودن، بعد نگشته بودن، دکتر بودن، مهندس بودن، زندگی داشتن. یه عده کوچیک هم که آمده بودن بچه هایی بودن درس بخونن، یه فعالیت هایی کردن. ما به مقدار زیادی تلاش کردیم سمینارهای تخصصی تشکیل دادیم، سمینارهای به اصطلاح روشنفکران تشکیل دادیم. از لندن، پاریس همه اومدن اینجا شرکت کردن روشنفکران. کانون نویسندگان فعال کردیم اینجا تو خارج کشور. تمام این تلاش‌ها رو کردیم، اما یه حرکت توده‌ای بتونیم به وجود بیاریم نشد. تا اینکه در حقیقت این اواخر دیگه به این رسیدیم از طریق اتحاد جمهوری خواهد که خود شما حضور داشتی این کار به وجود بیاریم، که به نظر من بزرگترین نشست بود. چیز در حدود 1000 خورده امضا کرده بودن. درست. متاسفانه اونجام چون سازمانهای سیاسی بگذاریم که اصل امضا کنندگان منفردین بودن، درسته که پیشینه سیاسی داشتن، ولی دو جریان سیاسی که توش بود تلاش میکرد رنگ روغن خودش رو این قضیه بریزه. خود همین منجر به تحلیل رفتن این نهاد شد. یعنی تقریبا در یه جاهایی مشاهده میشد که
خط سیاسی مستقل نداره، رونوشت برابر اصل داره میشه. بله. یعنی مثلا اصلاح طلبی دولتی داره تناساتر میشه. بله. از لحاظ استراتژی تو این جمع. بله. اتحاد جمهوری خواهان به این جهت خب ضعیف شد دیگه. ضعیف. بله. شد که امروز هم یه حالت به اصطلاح بحران توش حاکمه دیگه. و به هر حال امروز پس از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی در ایران میبینید که یه عده‌ای دور هم نشستن و به اجبار یه توافقنامه با دولت‌های غربی، یعنی 5+1 و همچنین آمریکا، حالا روسیه و چین در کنارش، قرارداد جدیدی نوشته شد پس از 10-12 سال. بل. و امید در دل یه عده‌ای به وجود آمده که با این توافقنامه ممکنه راه برای بازگشت ایرانیان در افق آینده، نه به این زودی، باز بشه. در این مورد شما چه نظری دارید؟ ببینید، به نظر من هر نوع نظام جبار یا هر نوع نظام استبدادی هر چی تو خودش جمع بشه، من میشه این مثال میزدم، مثل جوجه تیغی میمونه. بله. که خودش جمع میکنه تیغ میندازه فقط. بله. بهترین شکلش این است که این نوع نظام ها باز بشه. این تجربه رو ما تو شوروی داریم، این تجربه رو تو چین داریم، تو حتی کوبا دیگه آخرینشه. من موافق گسترش روابط ایران هستم با جهان. این تجربه رو به شما میگم. من یک بارم اشاره کردم چند جا، ما اون موقع که انقلابی بودیم سیاست ورزی رو نمیدونستیم. ای کاش الان بچه های چپ اینو یاد بگیرن. ما با دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مخالفیم. این باید عوض بشه. چه شکلی میشه عوض بشه؟ انقلاب مجدد امکان در شرط کنی نداره. یعنی انقلاب دوران سپری شده. انقلاب ها شکل دیگر پیدا کرده. شکل مسلط‌آمیز، تدریجی. اصلا همون دوره هایی هم که انقلاب رو ما هیچی میکردیم، بد هیچی میکردیم. ما فکر میکردیم ناگهانی ضربه‌ایه. ضربه یه خونریزی زیاده تو جمهوری اسلامی. اتفاقا راهی که داره طی میشه، آقای خامنه‌ای هم بی خودی هی وعده میده جلوی نفوذ آمریکا رو میگیرم، مگه سدساز بگیره چیزی رو. ایران وارد پاکت جهانی بشه، وارد بازار غرب بشه، هیچ ایشون تازه جلو سد بس بدتر شده. ماها شرقی تر موندیم تا نسل جوان آینده ایران. من هنوز به درستی کار کامپیوتر نمیتونم بکنم. نسل جوان ایران با تمام ابزارهای مدرن ارتباطی بهتر کار میکنه. درسته. تمام ایران مسلط به تمام ابزارهای مدرنی که الان در کاره. بس. ایران به نظر من یک نسلی داره. ایران سه تا فاکتور داره. یکم 72% جمعیت ایران زیر 30 ساله. درسته. یعنی بعد انقلاب بود. درسته. هرچی هم زور آوردن بدتره. بس. مثل شرق. بله. دیدیم شرق چه اتفاق افتاد. دو، ایران بزرگترین منابع ثروتمندترین کشوره که اینجوری دزدیاتش میشه. ایران 5 میلیون جوان داره در بیرون کشور نوهاشه که اینا تو ناسا بگیر تا همه جای دنیا. درست. میدرخشن. بله. این اگه باز بشه، این نیرو به کار بیفته، سرمایه به کار بیفته در ایران، ده. به تدریج به نظر من تولیدم آغاز بشه در ایران. به نظر من اونایی که قصه شهرزاد میگن فال گردو میگیرن یا جل احضار میکنن مرخصن. این راه به نظر من راه تدریجی و مسالمت جوانه، یک گذار از یک جهل به یک دوره بهتر. اینه. من اینطوری، من موافق در واقع آشتی هستم که در روابط بین المللی به وجود میاد بین ایران. آقا 5 کشور اروپایی، آمریکا، چین، یک صحبت اوباما رو من میپذیرم. آلترناتیو بعدی جنگه. تمام شرایط هم آماده بوده، فرمان آقای اوباما رو لازم داشته. درست. یعنی تمام این دنیا نمیفهمه 4-5 تا خل تو ایران یا 4-5 تا آدم انتقامجو جنگجو در امریکا میفهمن و اسرائیل نه. من موافق توافقنامه هستم و معتقدم همه کاستیاش هم پروسه تاریخی حل خواهد کرد. یک دنیا ممنون از وقتی که شما برای منظور داشتید. من بسیار خوشبختم که قبل از اینکه چشمام رو هم بذارم شما رو دیدم. قربان. خیلی خیلی خوشحال شدم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را.